سلام دوستان خوشحال هستم که تونستم دوباره یه بار دیگه یه برنامه رو برای شما ضبط کنم و به شما یه نوع غذا اونم غذای سنتی و اصیل محلی رو به شما آموزش بدم غذای امروز ما کل پلو هستش که با یه دونه کل پاچه و برنج درست میشه عزیز ما این کله پاچه رو که از بازار تهیه میکنیم باید اونو تمیز کنیم اگه یه جایش مو داره موهای اونو با چاقوی یا هر چیز دیگه میتونیم اونو ازش جدا کنیم و اون کله رو تمیز میشوریم بعد آب از تو این حلق کله پاچه میکنیم که خونابه چیزی اگر داخل حلق این کله پاچه هست بینی این کله پاچه هست بیاد بیرون و این کله پاچه رو باید یه به قول ما حف کوچولو بدیم یعنی با پیاز زیره و پیاز زیره و ادویه ادویه که همون حالا فلفل فل میتونیم چون ادویه زردچوب و اینا نمیخوایم استفاده کنیم داخل این کله پلو ما این کله رو روی اجاق میذاریم و یه کمی آب گرم روش میریزیم و اجازه میدیم که تمام کف و خونابه که داخل این کل پاچه هست بیاد بیرون و یه چند تا جوش بزنه که تمام این بوهای اضافی از کل پاچه بیاد بیرون زمانی که داریم این کار رو میکنیم باید بهش زیره اضافه کنیم و پیاز، سیر و یکم زنجبیل اضافه کنیم بعد بذاریم چند جوش بزنه بعد آب اینو دور بریزیم و دوباره بعد از که آب اینو دور ریختیم کل پاچه رو دوباره زیر شیر آب میشوریم تمیز بعد قابل ما رو تا یه حدی آب میریزیم که حدودا نصف کل پاچه رو آب بگیره چون که ما میخوایم این کله رو اول بپزیم بعد اونو لای برنج بذاریم الان اون اتفاق افتاد و تمام خنابه هایی که توی کل پاچه بود همه بیرون اومدن و ما الان اینو کل پاچه رو از داخل قابلمه بیرون میاریم و آب و دور میریزیم و بعد دوباره قابلمه رو تمیز میکنیم و با یک کمی آب باز کل پاچه رو میذاریم داخلش اجازه میدیم که کل پاچه پخته بشه ما میتونیم از پاچه گوسفند هم استفاده کنیم ولی اینجا من فقط یه دونه کل پاچه که اون از وسط نصفش کردم به دو قسمت تقسیمش کردم و اجازه میدم که این بپزه تا زمانی که آب این کل پاچه هم تموم شده باشه عزیز جان، فلفل قرمز باعث میشه که این کل پاچه خوشتمتر و سریعتر پخته بشه فقط فلفل من اضافه میکنم اینجا نمک الان اضافه نمیکنم چون نمک باعث میشه که یه کمی گوش سفت بشه و دیر سر پخته بشه من یه دونه پیاز فلفل ببخشید پیاز فلفل بهش اضافه میکنم و اجازه میدم که این کله پاچه بپزه زنجبیلم هم اضافه کردم و الان منتظر میمونم که این به جوش بیاد و حرارت زیر اونو کم کنم و اجازه بدم بپزه الان کل پاچه دیگه حاضر شده یعنی پخته و الان من دارم پیاز و سرخ میکنم و یکم که پیاز آبدار شد من نمیخوام زیاد سرخ بشه پیاز آبدار که شد یعنی رنگش که تغییر پیدا کرد شیشه شد بهش نردونه یا همون اناردونه اضافه میکنم و کل پاچه هم بهش اضافه میکنم و بعد موقع برنج هست که من باید برنج آب کش کنم برنج رو که آبکش کردم خواستم این کله رو وسط برنج بذارم دوباره به شما این تصویر رو نشون خواهم داد از این همونجور که میبینید من کله پاچه رو به پیاز سرخ شده اضافه کردم و یکم کمی هم, هم اناردونه یا همون به زبون ملی ما ناردونه بهش اضاف کردم الان من برنج آبکش کردم و میخوام برنج رو دم کنم اول یه کمی روغن ته دیگ میریزم و یه تیکه نونم میذارم و بعد یه کم برنج میریزم کله پاچه رو میذارم وسط برنج و روی کله رو دوباره من برنج میریزم و حالا اگه دونه برنجتون سفت بود شما میتونید یکم آب روغن روی برنج بریزید نوش جان تا برنامه